سلام، بحث ما درباره آبروه امروز. قبلش یه معذرت خواهی کنم ازتون. حالا خیلی هاتون میگه شاگر این نورش کمه، نمیدونم صدا کمه، نمیدونم چی کمه، نمیدونم چی، همشو میدونم چقدر کمه، ولی شاگر یه آدم آماتور حرفه‌ای که نیست. شاگر تنها هزینه کرده این خرید 85 تومن، این سپایه 150 تومن. شاگر میخواد صحبت کنه بدون بعضی ها نور همه چیشون خوبه، ولی او چیزی که میخواد بهتون نمیدن. شاکر میخوای اسمت میده که درس بشه واسه تو. ما شاکر چیکار کنه؟ هیچ غلطی نمیخواد کنه. او چیزایی که دیده و شنیده و خودتون بگه. او اینا چه قصه صدا میکنه. ساعت 3 زور این موقع در بستن 5 بار میرن میام خدا وکیلی. یعنی پاساژ هم دلش اینقدر باز بسته نمیشه که این ساعت 3 بسته بشه. واقعا همسایه خوب نعمته. اونی که همسایه خوب داره قدرش بدونه. من که از این نعمت بی بهره بودم. به جاش همسایه خوبی بودم واسه بقیه، به جان خودم. یعنی به قدر خوب بودم دیگه این خوب بودنم به خریت میزد. یعنی طبقه بالامون بو 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 ساعت 3 صبح میزد خونه قلب داد میزد. بعد وقتی خواستم جا به جا بشیم گفت شاکی تو رو خدا نرم ما بهت عادت کرد. گفتم نه عادت کردی، همسایه خر مثل من گیرت نمیاد. همسایه بعدی بیاد قشنگ میاد درد نزد. آره دیگه ساعت 3 صبح بچه هاتون تازه بازشون گردم. بله آدم خیر همه دوست دارم، ولی من انخواستی هم نیستم. ولش کالا بس ما دبا آبی رو بخصونم تو شهرهای کوچیک، جوامع کوچیک و سنتی و قومیتی. اینجا دیگه خیلی آبی رو حساسه، دهنبینن اغلبا. مثلا من توی یه منطقه کار میکردم، توی منطقه سنتی بود، آدم های سنتی بود. اینو من دیدم تو منطقه مثلا همه پوشش ها سنتی چی بود. تو منطقه یه خونه بود، یه زن و شوهر بودن. او خانم به قدری خوشپوش بود، بروز بود، ترتمیز بود، زیبا بود. یعنی وقتی از جفت رد میشد کل او کوچه بو عطر میگرفت، آدم لذت میبرد. حالا دیگه پشتش حرف زیاد بود، آدم مثلا میگفت مثلا بی ادبی، خوب نی، خراب. واسه چی؟ چون مثلا خودشون از جفت رد میشن بو ترشی فقط میومد، پشت سری بنده خدا حرف میزنن. حالا دیگه اینقدر حرف زده بودن که یعنی خود مثلا میگه یه بار برادرش اومد دنبالش سر کوچه. من اینو میشناسم، دیدم. دیدم بس که دیگه تو اون منطقه بیکار بودن، دیگه همه زوم کردن روی بنده خدا. گفتن شاکی شو یه یارو بلندش کرد، یکی بلندش کرد. گفتم خب 20 نفر برادرش بود، خب کی بلندش کرد؟ خجالت بکشید. یعنی به قدری به جان خودم. یا مثلا یه بار من سر کوچه پیش ایستاده بودم، یه مغازه داشت، حالا شغلش رو نمیگم، به اوستم بر بخورم. یه مرد 50 خود 60 سالی پیر خر، پیرش نه خریتش، یاد بیشور بیشرف رد شده. یه خانم مثلا اومده ماشین بگیره ترتمیز بود، ایش گوش های که شوی مثلا با یه اصطلاح خیلی بیش گوتو مرده که به جال خواه همینو بیش گوتم. گوتم خجالت بکش، این حرفات چیه؟ تو چی ازش دیدی؟ تو چیزی هم که باید ببینی نباید بگی. نه این بنده خدا چیکار کرد مثلا جزئی که مثلا لباس بپوشه بیا سر کوچه. نه نه شو گفتم حالا چون ببینیش در تمیزه چه رو کوچه بود نیست بیل کو بود. آقا گذشت اینقدر که پوستش هر بود، اینو خدا وکیلی بگم جان عزیزان خدا وکیلی. آقا یه روز من شوهرش دیدم، شوهرش آدم محترم بود، یعنی تو محله آدم محترم بود، آدم لذت می‌برد صحبت کنم، همیشه باهاش صحبت کردم، یه بهونه پیدا کردم باهاش صحبت کنم. یه روز کشیدش کردم بهش گفتم بیا فلان چیه، گفت تو این محله نم خداییش گفتم. گفت واسه چی؟ گفتم واسه چی محله مودی فرنگش اینجوریه، نمیدونم چی جوریه، تو یه جای دیگه مثلا فاضلاب نده علی کی همین گفتم. گفت نمیدونم شاید هم گفت نمون اینجا. گفت فرهنگ اینا به تو نمیخوره اصلا. خدا وکیلی بعد 3 ماه با کردم اینو من میدونم. بعد 3 ماه با کردم، بعد یکی دو سال دیدمش، گفت شاید که جای رفتم خیلی جای خوب، آدمو درست نگاه کنید. ما مردم یاد گرفتیم حرف بزنیم، یعنی این حرف هم صرفا سودی واسه ما نداره، فقط میخوام مثلا تو او جمع لال نباشیم. مثلا فکر میکنن لالی مگه چیز دیگه؟ این خرابه، این خوب نیست. دختر مجرد میبینیم پوستش صفحه میزنیم. مثلا دخترهایی که دوستان ازدواج کنن، بعضی دوستان ازدواج کنن دیگه وقتشونو میبندی با یه حرف. من دیدم دختر مثلا میرم سر کار، مثلا شب میمان معلومه کجا خواستگار واسه شما ده، نه بابا این معلومه کجا بوده نشی. دختر بختش بسته شده،
او آهش میگیرتت. خب نکن بیشتر، خب واسه چی حرف میزنی؟ شما میدونی به خاطر این حرفتون چقدر خون ها ریخته شده؟ مگه تو فکر میکنی چجوری یه آدم یکی رو میکشه؟ او بیشرفه ولی دهنبینه. خود تو اگه حرف نزنی او حرف نزنه چی میدونه؟ او فشار میاد اونم بیشور میزنه. ما جامعهمون سنتیه، دهنبینیم، قومیتی ها بیشتر دهنبینیم. ما واسه اون مهمه او طرف چی میگه در باره مثلا خواهر مادر یا زن؟ مهمه آقا مثلا میگه آقا مثلا اینجوریه، مطمئنی؟ میزنه خواهرش رو میکشه، مادرش رو میکشه، زنش رو میکشه، واسه چی؟ واسه حرف توی بیشور. خود جلو دهنت ببند بگیر. میدونی واسه چیه جلو دهنت نمیگیری؟ چون عواقبش رو ندیدی. عواقب فکر میکنی این حرفی که زدی بدون عواقبه. خب گوه بخور، حرف نزن. او دختره که کار میکنه، او دختر اصلا برفض همون چیزی هم که تو میگی درست. اصلا به تو چه حرف میزنیم؟ بدون این پاسا یه در مازه با یه رقم بزنیش در مازه بهش که اصلا خراب شد. حرف نزنید احسان خلاص شده آقا بخدا، حرف نزنی. وقتی میدید تو جامعه ما سنتی هم حرف نزنید، پشت دختر مردم حرف نزنید، زن مردم حرف نزنید، زنی که جدا شده حرف نزنید پشتش. گناه دارن ها. اونا یه خانواده هایی دارن که به خاطر همون حرفاتو محدودشون میکنند. بله حق نداره ببینم واسه چی؟ چون یه بیشرف پشت یه حرف علکی زده، چون میخوان دهن او بیشرف رو ببندن، او دختر رو محدود میکنن، او زن رو محدود میکنن. حق نداره ببینم تو خونه بمون واسه چی؟ نه حرف پشت زیاده. خب کی حرف زده؟ یه بیشرف، یه حروم لغمه، یه حروم زاده. حالا حروم زاده بهش کنم درست نیست، یه بیشرف واقعا، یه حروم لغمه. حق نزنید. من آدم دیدم خود دیگه به خاطر همین حرفا معدود شده. بعضا خود دیدی خود دیگه به خاطر همین حرفا بعضا خودشونو میکشن. واسه چی؟ چون جامعه سنتیه، به خاطر این حرف مردم قضاوت میکنن. تو آیندهش تأثیر داره این حرف. اولش کنید دختر خوبی نیست، ای گفت اینجوریه، ای گفت اونجوریه، دختر قشنگ کسی نمیاد سمتش خواستگاری، مجبور جا به جا بشن یه شهر دیگه. واسه چی؟ چون یه حرف ها ببارند. اینجوریه حرف خیلی مهمه، مخصوصا تو جامعه سنتی، شهرهای کوچیک. خواهشات دور خدا حرف نزنید. حالا من نمیگم به چی اعتقاد هستن، به هیچی هم اعتقاد نشوشید حرف نزنید، حرف درست نیست. خیلی خونها به گردن شماست اونایی که حرف میزن، شما نمیدونید. خیلی بختا به گردن شما، آها به گردن شما. یعنی هر دختری که دوست داشت ازدواج کنه و به خاطر حرف شما ازدواج نکرد، به گردن شماست، آهش گردن شماست. تمام برش کنید آقا، حرف رو زدیم. نگاه کنید، امیدوارم که تو زندگیتون نه حرف بزنید، نه کسی رو قضاوت کنید، نه هیچی. زندگیتون رو کنید چیکار دارید چیکار کرد؟ اصلا بعد چیزی هم که دیدید نگید. آقا تو دیدی آقا یارو با 5 نفره، اصلا به تو چه؟ اصلا واسه چه حرف میخوای بزنی؟ آقا مثلا با 5 نفر دیدی، خب به تو چه؟ مثلا بگی با 5 نفره کونت خنک میشه، کجات خنک میشه؟ مثلا ما توش موندم، کونت خنک میشه، دوست داری مثلا حسش دوست داری مثلا میگه فلانی. خب گو بخوف سکیشان که شو چیکار داره کی یابگر؟ آقا تو نرو سمتش. بعضی از این حرفا به خاطر کونسوزیه، مثلا طرف بهش راه نمیده، مثلا باش خوب نی، مثلا اون مثلا دنبالش آدم ازش نمیگم، میره پشت صفه میزنه آ فلانی داره. وای کون گشه او، اگه تو میخواست کردم آویزونش بودی، ولی محلت نمیذاره. آدم باشید. متاسفانه این حرفا از همجنس هم هست و خانوما پشت خانوما حرف میزنه. نمیشید با این همجنسته، تو دوست داری که پشت حرف بزنه؟ این هم صحبت های امروز، امیدوارم که مفید باشه. خواهشن اگه خوشتون اومد که لایک و شیر و سیف کنید، ویدیو بعدی هم نگاه کنید. یه روز روز بهتر میشن دیگه. حالا
حالا توپقامو نادیده بگیرید، موضوع خودتون باشید، در مقابل اشکالات، ضعف ها و اشتباهات بقیه کور کرد لال باشید، دیده رو ندیده بگیرید، چه برسه که ندیده رو میخواید. این کار رو بکنید زندگی دنیا جای قشنگیه. لاقل زیاد